ما یک محصل بودم و فراری مهاجر شدم و بعد جهاد کردم و بالاخره افغانستان آزاد شد و آمدیم در افغانستان. همه امکانات زندگی چی از لحاظ معیشتی و چی از لحاظ مادی و چی از لحاظ معنوی و قدرت سیاسی در اختیار ما قرار گرفت و اگر به شکل طبیعی ما دوره زندگی خود را طی میکردم، امروز ممکن یک آدمی می بودم که در مسلکی که بودم در یک رتبه ریاست می رسیدم و نهایت یک خانه در مکرویان می داشتم. ولی اونمو زندگی از لحاظ زندگی طبیعی که ما او را طبیعی پیدا همه قدر چیز می داشتم، شاید خدمه ها و دست نفرهای دست چلم ما او چیزها را بمی اداره را واقعا اداره افغانستان شما می خواهیم که کاملا یک اداره جدید با شرایط امروز برابر در مطابقت با دنیا عیار بکنیم. درخواست که از همی کشورهای کمک دهنده حداقل $1 میلیارد to $2 میلیارد استثنایی بتن. ما هر مدیر افغانستان که 10 سال از کارش مانده برش بگویم که برادر چند سال از کارت مانده، میگه 10 سال، میگیم که اینی مصرف در 10 ساله زندگی برو در خانه بشین پشت یک کار زندگی دیگه بگرد، بگذار که ما اداره ما را یک اداره جوان بسازیم که به سطح دیگه دنیا شد.